به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. ریاست هواشناسی تحت مدیریت طالبان از احتمال بارندگی شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت خبر داده است. ریاست هواشناسی تحت مدیریت طالبان دوشنبه با نشر خبرنامه نوشته است که این احتمال امروز و فردا در ولایت‌های کابل، بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، لوگر، میدانوردک، پروان و پنشیر به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. گفتنی است که در روزهای اخیر بارندگی و سیلاب تلفات جانی و خسارات انگفت مالی و شهروندان کشور وارد کرده است. کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در 20 سال نزدیک به 50 برابر شده است. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگوید تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در طی 2 دهه نزدیک به 50 برابر شده است. اسکندر مومنی روز دوشنبه در نشست درباره مواد مخدر گفت که هماکنون افغانستان رتبه نخست تولید تریاک و رتبه دوم تولید مواد مخدر صنعتی را در جهان دارد. آقای مومنی گفته است که با وجود وعده های طالبان کشت و تولید مواد مخدر همچنان افزایش داشته و کاهشی نداشته است. او علاوه کرد جمهوری اسلامی ایران رتبه برتر کشفیات مواد مخدر در جهان را دارد. بر اساس آمار رسمی 90% تریاک، 50% مورفین و 27% کشفیات هیروئین دنیا را کشف می کند. آقای مومنی همچنان از افزایش 10 برابری تخریب بنیادهای اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران خبر داد. مهاجران افغان در ولایت فارس ایران از کار منع شدند. بر بنیاد گزارش ها در روزهای اخیر مهاجران افغان از کار در ولایت فارس ایران بازداشته شدند و به آنها اجازه کار داده نمی شود. یک مهاجر افغان به بی بی سی گفته در ولایت فارس به مهاجران اصلا اجازه کار نمی دهند، حتی کسانی را که مدرک شناسایی دارند بازداشت می کنند و برای چند روز اردوگاه می برند. یکی دیگر از مخاطبان نیز چند روز پیش به بی بی سی گفته بود با وجود این که متولد ایران است و حدود 40 سال ساکن این کشور است، با وضعیت پیش آمده نگران است که شغل و درآمدش را از دست بدهد. در این حال مدیر کل امور ادبا و مهاجرین خارجی فارس اعلام کرده است که هیچ مهاجر افغانستانی سر از تاریخ 15 جوزا اجازه کار در اصناف را ندارند و متخلفین با جرایم سنگین و پلمپ روبرو خواهند شد. تصویر از ابلاغیه اتاق اصناف مرکز ولایت فارس که ایناکم در آن نیز درج شده در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. ویدیوی از گزارش بهار کوار رسانه محلی در فارس نیز منتشر شده که معاون فرمانداری و تیمی از مسئولان محلی را نشان می دهد که مغازه هایی را که در آن مهاجران افغان به عنوان شاگرد و یا فروشنده کار می کنند پلمب می زنند. مهدی دهقان خلیلی معاون فرماندار کوار در این ویدیو گفته این ممنوعیت شامل تمام ادبا، چه مجاز و چه غیر مجاز می شود. او از پلمب 25 مغازه خبر می دهد و می گوید اینو کن به گونه 100% عملی خواهد شد. تصادم 30 موتر در مسیر قزوین کرج در ایران. فرهاد زاکری منش رئیس پلیس راه قزوین نیز وقوع این رویداد را تایید کرده و از تصادم زنجیره‌ای 30 موتر در مسیر قزوین کرج در روز یکشنبه خبر داده است. او در مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته شامگاه روز یکشنبه در لاین شمالی قزوین کرج پس از شهر محمدی از 3 موتر با هم برخورد کردند. او همچنین افزوده که در مسیر این تصادم مقابل تانگ تیل وحدت 2 دستگاه تریلری، 1 دستگاه بس و 2 موتر سواری با یکدیگر برخورد داشتند که این تصادم 1 فوتی داشته و آمار زخمی ها تا این لحظه 5 نفر گزارش شده است. رئیس پلیس راه قزوین دلیل این رویداد را لغزندگی جاده به دلیل بارندگی زیاد خوانده است. پس از فروکش کردن تنش‌ها بر سر حقابه رود هلمند بین ایران و طالبان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور داخله آن کشور گفته است که توافق شده تا طرف افغانستانی گام‌های مثبت جدیدی را بردارد.
با گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کنعانی دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال در مورد حقابه ایران از رود هلمند گفته است که گفتگوهای خوبی با مقامات دولت موقت افغانستان در خصوص حقابه ایران از هلمند انجام شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزوده است که در این گفتگوها توافق شد که طرف افغانستانی گامهای مثبت و جدیدی در خصوص حقابه هلمند بردارد و اقدامات فنی لازم انجام گردد. آقای کنعانی با اشاره به ضرورت حفظ فضای مثبت بین دو کشور همسایه گفته است که انتظار داریم طرف افغانستانی نسبت به تحویل حقابه ایران و مسئولیت خود عمل کنند و اس نیت خود را در این رابطه نشان دهند. جاری شدن سیلاب‌های مهیب در بدخشان. مسئولان محلی بدخشان میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب در 5 ولسوالی این ولایت 3 تن مجروح، بیشتر از 10 بند برق کوچک به گونه کلی و قسمی و صدها رس مواشی مردم و صدها جریب زمین زراعتی و باغ تخریب و از بین رفته است. به نقل از آوا، محمد کامران عامل رسیدگی به حوادث ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان گفت که این سیلاب ها شب گذشته در ولسوالی های زیباک، اشکاشم، شغنان، نسی، شوکی، کوف آب خسارات انگفت مالی را به مردم وارد کرده و تأسیسات عامل منفعه از جمله پلها، پلچک ها، بندهای برق کوچک را تخریب و راه های مواصلاتی ولسوالی های مرزی را به یک دیگر مسدود نموده است. با گفته او در این سیلاب ها 3 تن به شمول 2 زن در قریه میانه ولسوالی نسی مجروح گردیده که وضعیت یک تن از آنها وخیم گزارش شده است. و در پایان، شهر فیض‌آباد چهره نظامی به خود گرفت. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت حالت نظامی به خود گرفته است. منابع دوشنبه میگویند که پس از کشته شدن چندین فرمانده ارشد طالبان در انفجار مسجد نبوی در این شهر، اختلاف ها میان طالبان یفتلی و طالبان پشتون شدت گرفته است. به گفته منابع، شهر فیض‌آباد چهره نظامی را به خود گرفته است و طالبان در تمام چارایی های این شهر ایستهای بازرسی ایجاد کردند. از سوی دیگر منابع میگویند که طالبان یفتلی در مهمانخانه استاد برهان الدین ربانی جلسه برگزار کرده و برای روشن شدن چگونگی انفجار مسجد نبوی رایزنی دارند. این منابع افزودند که طالبان یفتلی در ساحه دشت قرق نیرو پخش کردند و برای طالبان پشتون اجازه ورود به محل جلسه را ندادند. یک منبع دیگر نیز گفته است که طالبان یفتلی انفجار در مسجد نبوی را کار طالبان پشتون می دانند و این انفجار را برخواسته از اختلافات درونی طالبان عنوان می کنند. یک منبع دیگر می گوید که طالبان پشتون 4 طالب محلی را در چارایی حمام روشن در شهر فیض‌آباد لاتکوب کرده و گوشی های شماری از باشندگان را نیز گرفتند. گفتنی است که در 2 انفجار در هفته جاری در شهر فیض‌آباد 6 فرمانده یفتلی طالبان به شمول مولوی نثار احمد، معاون والی طالبان برای بدخشان، و مولوی صفی‌الله، فرمانده پیشین امنیت طالبان برای ولایت بغلان کشته شدند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.